میفهمه تمار بینندگان عزیز من، کدام کسی نبود که رئیس قبیله باشد، سردار ارتش باشد، نه، میسم تمار، میسم تمار یک برده بود، سیاه پوست بود، برده بود، غلام بود، دیگر هیچ از لحاظ اجتماعی هیچ مقامی نداشت، فقیر در نهایت فقر بود، غلام بود، او را آزاد کرده بود، امیر المؤمن علیه السلام ظاهرا ایشون آزاد کرده بود و خرما فروش بود، یعنی در پایین ترین طبقه از لحاظ اجتماعی و از لحاظ اقتصادی، و هیچ کس هم حرفش را گوش نمی کنه که او اگر بخواد مردم را تحریک بکند یا مردم از او پیری، فقط با جرم این که او صحابی امیر المؤمنین علیه السلام بوده و مردم می دانستن که امیر المؤمنین علیه السلام در ایام حکومت خود که خیلی تنها بودن و بی کس بودن و یار یاور نداشتن، می رفتن با این سیاه خرما فروش می نشستن و درد دل می کردن و صحبت می کردن. بخاطر این می دانید چگونه ایشان را شهید کردن؟ خب جریانش معروف و مشهور است. اول زندان کردن ایشان را، بعد آوردن ایشان را زنده به سر دار زدن، زنده تنه درخت به تنه درخت بستن ایشان را تو تا که تو همینطوری بمیری. چند روز ایشان اینجوری سر درخت بود و ایشان در این چند روز همیشه به مردم میگفت که بیایید اینجا، صدا میزد، مردم جمع میشدن دور او. او از معجزات امیرالمؤمنین علیه السلام، از علوم امیرالمؤمنین علیه السلام، از امور غریبه، ایشان صاحب علوم چی بود؟ علومی که علوم غیبیه که امیرالمؤمنین علیه السلام به ایشان داده بود که فلان چیز کی واقع میشود، فلان چیز کی واقع میشود، همه چی را خبر میداد به مردم و مردم تعجب میکردند. و ابن مرجانه خبر بردن که ایشان این همه مردم و این وقایع قبل از وقایع عاشورا هست و قبل از شهادت امام حسین علیه السلام، ایشان این چنین صحبت میکنه. آوردن به بغلش نیزه زدن که زودتر بمیره و حرف نزنه، باز هم ایشان با این حالت زخمی حرف میزد. بعد آوردن چیکار کردن؟ بله، ایشان به دهن ایشان لجام زدن، این لگامی که در پای اسب میزنن، در سم اسب میزنن، این را به دهن ایشان زدن که ایشان دیگر نتونه صحبت بکنه. بله، لگامی که به دهن اسب میزنن، به دهن ایشان زدن که دیگر نتونه صحبت بکنه و ایشان شهید شدن. خب این چنین دوستان عزیز بیننده ایشان را به شهادت رساندن و ایشان را شهید کردن. و هم خب این اصحاب ائمه علیهم السلام کسانی که صاحب علم بودند، صاحب معرفت بودند، اشیعیان، اینها شهید می شدند. کسانی که حتی صاحب علم و صاحب معرفت، همین که عوادار امیرالمؤمنین علیه السلام بودند، اونها را می کشتند. خب بینن و اون در جانب مقابل احادیث دروغ، روایات دروغ، بدعتها در دین رواج داشت. نماز تغییر یافت، از آن تغییر یافت، روزه ماه رمضان تغییر یافت، همه چیز انواع بدعتها داخل دین شد و مردم دین خدا را نمی دانستند. خب در این زمان بود که حضرت امام باقر علیه السلام در اون اوج خوفقان، لقب شریفشان چیست؟ باقر، کسی که معرفت را، شناخت را، هدایت را، دین خداوند متعال را برای مردم آشکار می کند. باقر یعنی کسی که باقر العلوم، کسی که علوم را توسعه میدهد. حضرت امام باقر علیه السلام دین جدشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را احیا فرمودند و دین جدشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از بین میرفت و نابود و بی شد، این را احیا کردند و دوباره زنده کردند، حضرت امام باقر علیه السلام. و بعد از ایشان حضرت امام صادق علیه السلام.